سلام. شاعر میگه یک شب تو را به مستی نسبت به ماه کردم، لامپ صدم نبودی، من اشتباه کردم. من توی این برنامه برای نظام الهیمون خودم رو هلاک کردم، برای این که به همه بگم نظام تثبیت و لرزون نیست، این همه فحش و بد و بیراه به این و اون دادم، این همه به این و اون پریدم. این بود نتیجهش. این از یه طرف. از طرف دیگه این دکتر محمود بی چشم رو راست راست میاد جلو و همه میگه یکی دوتا هم نیستن، بلکه ده تا. بشی بابا دیگه، اینقدر نمیخواد قصه بخوری. از قدیم گفتن که تا غم داری قصه نخور. برو سر سوالاتت، ببینم چه کار میکنی. اورژانسی خودم رسوندم سر چهارراه، دیدم آمبولانس استراتژیکی نظام آژیر کشان داره میاد. اونی که 150 کیلو دو ضرب بدون دوپینگ میزنه، هر کی هم میخواد بیاد آزمایش کنه. اونی که کورنری رو که خودش زده با هد میچسبونه تو تور دروازه. اونی که 18 چرخ و با بار میلگه دنده عقب تو سربالایی تو پیچ و خمای حراز تو تاریکی 30 کیلومتر میبره بالا، دستی رو میکشه تحویل میده. آیه دکتر بزن بهادر، بزن کنار قبول این دفعه. خوشم اومد، خیلی خوشم اومد. همچین حقته که هر کی که میرسه یک لگد محکم بهت بزنه، چون خیلی توپی. همین کارا رو میکنی که آدم دلش بخواد که تشویقت بکنه و بگه که سوراخ جورابتی، کوچ بزن فناشی، چروک لباستی، اتو کن هلاکشی. البته خب این حقایقی که تو در مورد بنده گفتی، خب اینا قطره از دریاست، نوک کوه یخه. خب هر کسی طبعا به اندازه ظرفیتش از دریا میگیره. حق مطلب رو خود مرحوم عبوی همیشه ادا میکردن. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، از میکردن بله. میفهمودن که فرق تو با کشتی چیه. من البته میدونستم که با کشتی و بلد یه فرقایی میکنم، جوابو میدونستم، ولی شرط ادبو به جا میآوردم و میگفتم نمیدونم، که از زبون خودشون بشنوم. میفهمودن که کشتی به گل میشینه، تو به دل. بحث امروزمون رو با یک مقدمه در مورد اوضاع احوال نظام میخوام شروع بکنم، و این بحث بریدگی مقامات نظام هست. همونطور که مستحضر هستید، این آقای سردار رحیم صفوی، یحیی رحیم صفوی رو میگم، گفتم که من نبریدم بلکه جا به جا شدم. منو از فرماندهی سپاه مقام عظما بردن پیش خودشون. میخواستم ببینم که نمیخواد بیشتر بگی بابا جون، بیشتر به همش نزن که بوش بیشتر در میاد. حکایت ایشون حکایت همون سوسکی که مست میکنه میره جلو دمپایی میگه ده بزن ده لعنتی، ده بزن. مگه نمیبینی که چقدر از زندگی تو فاضلاب سیر شده؟ بعضی هم میگن که حکایت ایشون حکایت اضافه وزن مگسه. اضافه وزن مگس؟ بله. مرحوم عبوی مگس مگه وزن؟ مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، هر میکردن بله. میفهمودن که یک مگسی اضافه وزن پیدا کرده بود، مربیش بهش گفتش که یک مدتی عسل زیادی نخور، شاید دوباره بیای رو فور. آیه دکتر بزن بهادر، یک نامه داریم از مصطفی محمد نجار که برای خود شما نوشتن. گفتم که هیچکی حق نداره ما رو بترسونه. اوضاع ما خیلی خوبه، هر کی بخواد به نظام ما چپ نگاه کنه راستوریسش میکنیم. فکر نکنین که رحیم صفوی رفته و سپاه به هم ریخته، وزارت دفاع اینطوریه. نه، ما هنوز ریزش نکردیم. بیشیم بابا، حال نداری تو هم. محمد نجار کلم خاکی که مست بکنه که عربده نمیکشه، شیرجه میداره تو الکل میگه منم مارم. حکایت این یاروه. ولی ایشون علاوه بر این صحبتهای عام یه سری تهدیدات خاصی هم در مورد کشور منطقه کردن. شاید زورشون برای تهدیدات کافی باشه آقای دکتر. نه دیگه، دهن من رو باز نکن که بگم نه نظام 10 سال پیشه، نه اون کشورها. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله. میفهمودن که گرگه میره خونه شنگول منگول میگه باز کنین، منم مادرتونم. در باز میکنن، گرگه خوشحال میپره تو، اما چشمت روز بد نبینه. سینه به سینه یک خرسی در میاد این هوا، چاشونه بازو ستبر، چشما خون گرفته. خرسه میگه که قربت برم، 10 سال که اینجا اسباب کشی کردن رفتن،
بعدم یک نگاه خریداری میکنه به این گرگه و میگه ولی خودم هستم بفرما تو، بعدم در قفل میکنه و کلید و قورت میده. حکایت همین یاروه. آیه دکتر بزن با دو نامه داریم با امضای سینجیم که گفتن من جدیدن شغلمو تحویل گرفتم. برای اینکه بدونن چقدر استراتژیک هستم باید بگم که آقای دکتر بزن بهادر تا حالا به من فحش ندادن، حتی دعوامم نکردن. خب اینو تو جیب خودت نریز سینجی. سردار جعفری برای من نامه نوشته. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر از این چطور بده، میفرمودن اگه از کنار پرنده رد شدی و نپرید فکر نکن ازت خوشش اومده، فقط باید بدونی که آدم حسابت نکرده. به هر حال هر چی که حسابشون کنیم نوشتن. میخواستم قبل از اینکه به سرنوشت قبلی ها دوچار بشم چند تا راهنمود استراتژیک و تجربه دبش از آقای دکتر بزن بادو بگیرم. خب در جواب این سوال باید بگم که زندگی سه چیز مهم به من آموخته که هیچ کدومش به تو ربطی نداره. بی خود لازم نکرده نامه بنویسی عوضی. یک نامه مشترک داریم از سردار حجازی و سردار افشار. ایشان که درسته که سردار رحیم صفوی به عنوان پیشکسوت ما مثل کرباس کهنه وا رفت و ریزش کرد، درسته که قبلش سردار سبزلی به عنوان پیشکسوت اون راه رو براش باز کرده بود، درسته که بسیاری از فرمانده‌های سپاه مخصوصا اونایی که اسمشون تو خطنامه‌های شورای امنیت اومده دوچار همین مشکل شدن، ولی چرا نصفه پل لیوانو نگاه نکنیم که نیروهای بسیجی هم هستن که هنوز نباریدن. برو بابا تو هم داری تنیس بازی میکنی این وسط. تنیس چه ربطی داره آقا دکتر؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر از میکردن بله. میفهمودن یکی رفته بود داشت با یه دونه خری تنیس بازی میکرد. ازش پرسیدن آخه عقل داشته باش، چرا با خر تنیس بازی میکنی؟ گفت نه اینقدام خر نیست، فعلا که 3-2 جلوه. روشن شد یا چخماقشو برات عوض کنم. ببینم چه کار میکنی. آیه دکتر بزن بهادر، آیه اژه‌ای که معرف حضورتون هستن نوشتن که من از قبل با ریاضیات مشکل داشتم، صحبت‌های این مدت آقا محمود مشکلاتمو بیشتر کرده. ایشون گفتن که قطعنامه‌های شورای امنیت ورق پارایی هستن که 300 تاش هم اگه جمع بشن ما تکمون نمیگزه. الان که با 3 تاش فرمانده سپاه که سربسه اسمشون رو عرض میکنم سردار یه ره صف زبونم لال بریدن، الان بالاخره 300 بیشتره یا 3؟ اگه 3 تا قطعنامه دیگه تصویب بشه کی میمونه تو نظام؟ خب دیگه توی ورودی کلاس استراتژی من از این اژه‌ای امتحان گرفتم، گفتم 2-2 تا، گفت 5 تا، گفتم آخه مگه دفعه پیش خود خنگت نگفتی 4 تا؟ گفت بالاخره یه کمی توی این مدت سوادم رفته بالاتر، علمم پیشرفت کرده. میخوام بگم که اگه مشنگی هم عین تپ درجه داشت این بابا روزی 1 درجه میترکون. آیه دکتر بزن باورد، یک نفر از نیروی انتظامی نامه نوشتن که چرا سردار رادان دکتر نمیشن الان که آقای احمدی مقدم و قالیباف و مرحوم رحیم صفوی و مرحوم سبزعلی رضایی دکتر هستن، ایشون هم بشن دیگه، چه اشکالی داره؟ چی دکتر بشه؟ همین مثالایی که تو زدی بدبخت بینوا نشون میده که اصلا اگرم دکتر بشه با اون مدرک دکتراش باید چه کار بکنه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر از میکردن بده، میفهمودن یک آدم پرتاب بلندی، میگفتش که میخوام درس بخونم دکتر بشم مطب بزنم پولدار بشم یک نیسان بخرم باش کار کنم. این کاری هم که رادان داره میکنه که دهن منو باز نکن که بگم توضیح بدم که چه کار هست. خب دکترا نمیخواد که. آیه دکتر بزن بهادر، یه تعدادی از این برادری بسیجی یه نامه جمعی نوشتن که توی اون مؤکدن خواستن که یک نقطه پایانی بر این طرح امنیت اجتماعی گذاشته بشه. نوشتن که این طرح رو الی غیر النهایه ادامه میدین باعث میشه که ما روز به روز بیشتر آب بریم و بیشتر ریزش کنیم، به خصوص با نزدیک شدن مهر و فصل باز شدن مدارس و دانشگاه خطر بیخ گوشمونه، سریعا اقدام کنین. چه کاری هست که میکنین آخه؟ این راه حل مزخرفی که به فکر این جمع بسیجی رسیده به خاطر همون همسایه شوت ماست که تابستون که همه کولر و پنکه میخریدن رفت یه دونه در ماشین خرید. بهش گفتن آخه خنگ خدا چرا در ماشین خریدی؟ گفت میخوام هر وقت گرم شد شیشه رو بکشم پایین. آخه این راه حلتون با اون در ماشین بخوره تو سر همه تون جمعی زودتر هم بخوره قبل از اول مهر. حالیتون نیست که اگر این نقطه پایانی که شما بیشعورا میدید گذاشته بشه از شما گنده تراش که تا همینا هم ریزش کردن بیشتر ریزش میکنن، شعور که ندارن که بفهمن که وقتی اسم یکی میره تو قطعان شورای امنیت چی میشه، خبر ندارن از دل داغدار مقام عظما که از
آتیش جکسون پردودتره. خبر نداره که هر چند بدبخت بینوا میشینه همینجوری دود میکنه و خناق میگیره و حرف نداره. آیه دکتر بدنگاله، بازم که شما شروع کردین به بد و بیرا گفتن به مقام عظما. بابا اینشون که الان رحیم صفوی ریخته غصه دلشون رو گرفته، باید بشینم دود دادن به تبا کنم، وگرنه دق میکنم.